گر بهره بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره بر ز خلق خوش مصطفی شمی. بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله مهلکات، یعنی از جمله جلوات دیگر هوا که در سلوک الالله مهلک است و مانع این است که سالک موفق در سلوکش بشود، قطعه رحم یا قطع رحم است. سلوک با قطع رحم جور در نمیاد. قطع رحم مانع سالک است، از اعظم مهلکات است. در بین علما اخلاق معروف است، مهلکات را بر اساس اون نکات که در آیات و روایات وارد شده تقسیم بندی میکنن. بعضی هاش را اینجور میگوین، میگوین از اعظم چیه؟ از اعظم مهلکات است، از اون بزرگتر مهلکاست. البته اینم در این که این جلوه ای از هوای نفس است در وجود انسان جلوه میکند، دیگه من در این باب توضیح نمیدم، چون شما یه مقدار به تحلیلی که مکرر گفتیم، به تحلیل ها، به تحلیل مثال آشنا شده. خودتون اگر همین الان یه خورده تأمل بکنید که چرا انسان قطع رحم میکند، خواهید فهمید که این جلوه خاصی از هوای نفس در وجود انسان است، از جلوات هواست، از ظهورات هواست. باز یا برای این است که انسان مثلا فرض فرماید که فامیلش مثلا فقیر است، این غنی است، مثلا غنی فقیر مالی عرض میکنم، یا فامیلش فرض میخواد بین فامیلش مثلا یک احترام خاصی بهش قائل بشه، من چون یکیش احترامش رو مراعات نکرده چی میکنه؟ قطع رحم میکنه. میخواد بزرگ فامیل بشه، همه زیر چترش نمیرن، با اونها قطع میکنه. میخواد خلاصه خودشو نشان بده، قطع میکنه. نه خیر، خودشو بالاتر از اونها میداند، چی میکنه؟ قطع میکنه الی آخر. یا خیر، سست است، ضعیف است، تنبل است، قطع میکنه. فرقی نمیکنه، هر چی هست هواست، هر چی هست هواست به انهای مختلف. این از جلوه هوای نفس است به هر شکلش باشد. خب این از مهلکات است، از اعظم مهلکات هم هست. اولا من در اینجا مرحله اول باید به شما معنی بکنم قطع رحم چیه، چون معنی قطع رحم نا متاسفانه خیلی ها طور دیگه فهمیدن. اولا قطع رحم خودش معنی خاص دارد. معنی قطع رحم این است که انسان آنچه که از دستش می آید در باره ارحامش انجام بدهد را انجام ندهد. اینه میگن قطع رحم. آقا همه بینه چجور برداشت کردن، همه فکر کردن سیله رحم عبارت از رفت آمد، قطع رحم عبارت از چی؟ از قطع رفت آمد. نه، قطع رحم قطع رفت آمد نیست. اصل قطع رحم اونجوری که از روایات کاملا با صراحت و از بیانات علما اخلاق استفاده می شود، قطع رحم این است که انسان آنچه که از دستش میاد در باب خدمت به ارحام، از نظر مالی، از نظر رفع گرفتار، مخصوصا از نظر جنبه های مالی، آنچه که اونها احتیاج دارند و این می تواند برآورده بکند، اون را وقتی انجام نداد مبتلا به چی شده؟ مبتلا به قطع رحم شده، ولو رفت آمد خوشکش را هم داشته باشد. خیلی از مسلمان های پول دوست و از کنم اونی که محکم می چسبه به اونش که دارد، و از کنم که یا اونهای که از کنم که تنبل هستند و سوست هستند در رفع گرفتارهای دیگه، اینها میان صله رحم را فقط قطع رحم رو فقط اینجور معنی میکنن که انسان نرف میشود قطع رحم، قطع رحم میروند و به اصطلاح خیلی خوب صاف رفت آمد میکنن، زبان خیلی پرچر میگیم، یا همون چرب میگیم، هرچه هست را دارن، اما میبیند اون طرف مثلا فامیلش، اون رحمش چه گرفتاری داره، اینم از دستش میاد، اما نه، اینجا دیگه رسید معطله، هیچ خبری ازش نیست. این که مرتب رفت آمد میکنند، این کاری که از دستش میاد اونم احتیاج دارد، با این بیانی که گفتم به قطع رحم مبتلاست، مبتلا نیست، مبتلاست در این رفت آمد به قطع رحم، این مبتلاست. ترجمه: اصل قطع رحم به فریاد رحم نرسیدن است. و سلام، این اولین مرحله قطع رحم. البته
اگر این کار را نکرد، از این طرف رفت آمد را هم قطع کرد، این دیگه به شدت قطعه چیه؟ قطعه کامل تر. اقلن اون کس که را گفتیم انتقاد کردیم، اونو که از دستش چیزی میاد انجام نمیده، اقلن یه سلامی میرود و میدهد و یا میاند و سلام میدهند جوابش را رد میکند، طبق بیانات وارد از حضرات مسئولین صلوات الله و سلام علیه مجمعین، این حد اقل به صلاح سیله رحم را چه کرده؟ انجام داده و از قطع رحم چیز کرده، تا حدی خیلی شدید به قطع رحم مبتلا نشده، اما نه اینکه بی ابتلا هم نیست به قطع رحم. چیزی از دستش میاد انجام نمیدهد، از این نظر قطع رحم کرده و ضرباتش را اگر سالک باشد خواهد خورد و اگر نباشد هم در آخرت بالاخره خواهد خورد. بله خب، حالا تا این اندازه که رفت آمد و خشک خالی میکنه، سلام میدهد و میاند و رفت آمد میکنه، تا این اندازه این مدار از شدتش به اصطلاح کاسته میشه، از شدت قطع رحم. این معنی قطع رحم است با این بیانی که گفتم از اعظم مهلکات است. خب اینجا اول من به شما آیه میخوانم. آیه را که خوندم خودتون متوجه میشوید با نکات که در آیه است، کلام حق است دیگه. اگه سالک بودید، خدا نکرده به این مسئله گرفتار بودید، باید اول برید مسئله را اصلاح بکنید، بعد بیاد ذکرتون را چه بکنید؟ بگویید. توجه میکنید ما این حرفمون جسارت به ذکر گفتن نیست. امام ائمه خیلی میفرمودن که خدا را همیشه یاد بکنید، بعد میفرمودن دنبالش برگشتن در روایات هستن، گفتن که منظور ما این نیست که همیشه بگید الحمدلله، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. اینا هم ذکره، اما منظور ما این است که قدم به قدم در محضر حق باش و رضوان او را در نظر بگیر، ببین چه کاری باید انجام بدی چی انجام ندی. این ذکر است اصلش، یعنی انسان قلبا همیشه بیاد حق و خود را در محضر حق بیند. ذکر فقط زبان در با صراحت در روایت آمده. این که به شما میگوییم همیشه بیاد خدا باشید، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله گفتن نیست، این است که همیشه خدا در محضر حق ببینید، ببینید چی کار باید انجام بدید. بعد فرمود البته اینا هم ذکر است، اما اینها هم ذکر است. توجه فرمود. خب این آیه را از آیه را که میخوانم سوره رعد است، آیه 25. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. آدم های بد چه کسانی هستند؟ گورا می فرماید اونهایی که میثاق و خدا را نقض می کنند، اون پیمانی که با خدا دارند اون را می شکنند. حالا این نقض میثاق چیه؟ به زر و میثاق مربوط است اصلش، البته معنیش را می شود توسعه داد. اصلش به اون میثاق الست مربوط است که مکرر صحبت شده که نگر خدا خواست یک وقتی در اطرافش بحث میکنیم که این چی است. البته به بحث طولانی احتیاج دارد، تحلیلی، عالم الست چیست، چی پیمانی در اونجا با خدا داریم و این پیمان چگونه عمل میشود و چگونه پیمان شکسته میشود. این یه بحث تحلیلی عمیق به اصطلاح قرآنی ربایی و فلسفی ذوقی میخواد که روشن بشه چیه عالم الست. اونجا معت عالم الست را فقط این اندازه بگم که توجه داشته باشد، عالم الست را داشته ایم و داریم، نه اینکه داشته ایم فقط، فقط این اندازه یادتون باشد. نه این است ما الست را فقط داشتیم دیگه آمدیم اینجا. بله داشتیم آمدیم اینجا، الان هم داریم، در اونجا هم هستیم و این یه مسئله اسرارآمیزی است. به هر صورت عرض کنم که والذین ینقضون، می‌فرماید که آدم های بد اونایی هستن که میثاق خدا را، پیمان ربوبیت را و عبودیت را که در الست با خدا دارن میشکنند و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و آنچه که خدا فرموده باید وصل بشود اون را قطع میکنند. اما منظور سله چیه؟ سله رحم و قطع رحم. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، بعدها اونایی هستن که قطع میکنند اون را که خدا گفته وصل بکنید، یعنی قطع رحم میکنند. و یفسدون فی الارض، و خب یه خصلتشون هم این است که فساد راه می اندازد. خب اینجا سه نمونه در این آیه، سه خصلت از خصلت آدم های بد بیان میکنه، نقض میثاق و فساد در ارض و قطع
قطع چی؟ قطع رحم، یکی از خصلت های بعد. بعد فرماد در آخر آیه اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، اینها خدا لعنشون میکند و از کنم که در منزلت پستی در باطن و در آخرت هم در جهنم اینها قرار خواهند گرفت. خب من از شما سوال میکنم، آخر آیه در مقام سلوک برای سالک روشن میکند که با این وضع نمیتونی به سوی ما بیای یا نه؟ یا روشن نمیکند؟ روشن میکند. اولئک لهم اللعنه، هر دو لعن سلوک معنی ندارد. خب حالا به این حدیث دقت میکنیم، به این حدیث اصول کافی جلد 4 باب قطیعت الرحم حدیث دوم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود اتقوا الحالقه، از حالقه بپرهیزید. حالقه اونی که از بنیاد وضع انسان را به هم میزنه، اینو میگن حالقه. دقت کنید، باز گفتم در نکات باید دقت کرد، در اشارت ها. امام صادق فرمود خیلی بپرهیزید، اتقوا الحالقه، اونی که از بنیان انسان را چی میکنه؟ متزلزل میکنه، یعنی بنیان ارتباطش را با خدا، بنیان به اصطلاح معنویتش را، بنیان تقواش را، بنیان سلوکش را به هم میزند. در رابطه با سلوک ملاحظه کردیم اینجور میشه، از او بپرهیزید. فانها تمیت الرجال، این حالقه که بنیان کنه است مردها را به هلاکت میاندازد. گلت و گفتم و مل حالقه، این بنیان کنی که مردها را میکشد معنویست ها. چیست؟ به نظر میاد میکشد معنویست. فرمود و مل، گفتم و مل حالقه، حالقه چیست؟ قال قطیعت الرحم. باز روایت دیگر دقت کنید، اصول کافی جلد 4 باب قطع رحم حدیث 6. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله فرمود لا تقطع رحمک و این قطعت کرد، رحمت را قطع نکن اگر او با تو قطع بکند. رحمی داشتید او با شما قطع کرد، شما اگر میخواهد در طریق ایمان و سلوک باشید باید شما هی سله بکنید، ولو او چی بکنه؟ او قطع بکنه. او این مرانور میشیند بر علیه شما میگوید و بر علیه شما کار میکند، شما اگر از دستون میاد به او خوبی بکنید، اگر از مالیش خوب نیست هی کمک هاتون را به او برسانید، اگر احتیاجی دارد به بهش کمک بکنید، همیشه این مرانور طرفداریتش بکنید، اگر ضرری بهش متوجه شد برید نگذارید ضرر بهش متوجه بشه. این سلی رحم است، قطع رحم اگه بخواد نکنید باید این کارها را بکنید. او به شما فحش بده، شما در کار خودتون چیه؟ باشید یا نباشید؟ شما در کار خودتون باشید. این میشه اجتناب از قطع رحم. این که بیان فرماد او قطع کرده، به تو اذیت میکنه، چی میکنه الی آخر، تو وصل بکن، او نمیاد تو برو، او فحش میده تو از دستت کار خوبی که میاد باید انجام بدی. و ببینید که چی میشود، قطع رسالشی که مبتلا به قطع رحم است از نظر خدا محروم است. و وقتی میشود خدا نظری ندارد ما به سوی خدا برویم یا نمیشود؟ نمیشود. یکی از خصوصیات و آثار قطع رحم است که خدا به انسان نظری ندارد. این هم این مسئله به این روایت دقت کنید، اینها را همش از دیدگاه سلوک و درد سلوک و درد سالک ما بررسی میکنیم. سالک همیشه میخواد نظری. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند باشد گوشه چشمی به ما کنند. البته این درباره اولیاست، هستش هم که در باطن نظر چیه؟ نظر حق است. بله سالک دردمند همیشه منتظر نظری از حق است. این دردمند اگر گرفتار به این درد است، عبارت است از قطعی رحم، باید اولین درد را چاره بکنه تا منتظر نظر حق باشد. اصول کافی جلد 4 باب قطعیت رحم حدیث 5. ان انبست العابد، انبسه ی عابد میگوید جا رجلون فشکا الى ابی عبدالله علیه السلام اقاربه، مردی آمد به امام صادق سلام الله علیه از فامیل ها و نزدیکانش شکایت کرد. فقال له، شکایت کرد جناب من اذیت میکنم،
اذیت میکنن فامیلا به من. فقال له، امام صادق فرمود اکزم غیزک، غیزت را شما، خشمتون را چی بکنید؟ بنشانید، فرو بنشانید. بفعل، به همین راه شو گفتم برو، تو خشمتو فرو ببر، اونا به تو اذیت میکنن و همه غیزم بده. فقال اینهم یفعلون و یفعلون، اونا هرچی از دستشون میان هی دارند اذیت میکنند، بازم بناس اذیت بکنند. فقال، امام فرمود که بالاخره اتورید ان تکون مثلهم، تو هم میخوای مانند اونها بشی؟ فلا ينظر الله الیکم، اون وقت خدا نه به اونها و نه به تو، هیچ کدام تو نظر نکند. مفهومش این است که تو هم اگه مانند اونها بودی، خدا به تو نظری و به اونها نظری ندارد. انسان اگر قطع رحم کرد به اصطلاح محروم از نظر حق است. باز از این روایت علاوه بر این هم استفاده میشه بچه، قطع رحم اگر رحم انسان کرد، باید انسان از قطع رحم خودش چی بکنه؟ اجتناب بکنه. او قطع کرده، من باید اجتناب بکنم. ولو بیان بگن حالا ممکنه رحم خیلی رحم نادانم باشد، او هی اذیت و فشار نمیدونم توهین و جسارت و اینجور چیزها را میکنه، شما هم هی به او خدمت میکنید، هی مثلا اگر از نظر مالی چیزایی میفرستید کمک میکنید، میرید به گرفتارش میرسید، میرید به با احترام برخورد میکنید، و حالا برمیگرده میگوید که این متملق از چاپلوس است. بجد بجد، روح شما باید خیلی بالاتر از این باشه. نمیفهمد دیگه، خیلی جهالت ها در عالم بوده، شما از این بالاتر جهالتی مگر میدانه که به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتن ساحر است و چی؟ ساحر است و کذاب مجنون الی آخر. خب دیگه جهالت دیگه، جهالت حد و حدود نداره. روح شما بالا باشه، شما به دنبال مقصدتون باشه، بگد فامیلتون و حتی دیگران هم تعریف میبینید، دیگران هم تحریک بکنه چی بینید این هی میاد، حتی دیگران هم بیاره شا مثلا ببین دقت کن اون میاد هی همینطور به قول معروف چی یه تعبیراتی هم بکاریم برن چی میکنه چی میکنه. ما باید بگم شما از قطع رحم باید اجتناب بکنید، مقصد خداست. دیگه در اون قسمت های دیگر قطع رحم که انسان قطع رحم کرد اجلش زود میرسد، روزیش کم میشود، در اون بعد ها من صحبت میکنم، فقط در اون بعدش من بحث میکنم و صحبت میکنم که چی؟ که در مقام سلوک برای انسان مضر است. بحث اون تزکیه و خودسازی است. رحمی که چین و چنان است باید باش قطع کرد یا قطع نکرد. قطع رحم که مهلک است معلومه، اما اگر رحمی است، حاملی است، نزدیک به اصطلاح رحم دیگه، رحمی است که بد است، انحرافاتی دارد، یعنی از نظر دینی به اصطلاح انحرافاتی دارد، اهل معصیت هست، اهل گناه هست، اهل فسق است، انحرافات دارد. حالا اون کافر مطلق را نمیگه، ما انحراف، انحرافاتی که پایین تر از کفر و ارتداد باشد، چون با کفر و ارتداد رحمی باقی میماند یا نه، این خودش جای صحبت است. مسئله ظاهرا اینطور است که وقتی کفر پیش آمد دیگه رحم از بین می رود، یعنی این دیگه از رحم حساب نمی شود. اونجا که از کفر پایین تره، از ارتداد و اینها پایین تره، اینجا باید قطع رحم کرد یا نه؟ من گفتم نه، البته باید با اون مانند اون رحمی که اهل تقوا و پاکی و معنا به اینهاست جرم می گیریم، درست مو به مو از همه عباد مانند او باشد، نه، از ذر رفت آمد باید یه خود کم باشه و انسان اون ناراحتیش رو از این حرافات اونها به اونها معلوم بکنه، اونها رو امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، انزجارش رو از این حرافات اونها چی بکنه، به اونها معلوم بکند. با این همه نباید قطع بکنه، قطع انسان مجاز نیست. این را ما از روایات که برداشت میکردیم در امروز که الان در همین بحث میکنیم، در اینجا من اینو باز مثلا تأکید میکنم که به قطع نباید منجر بشه. و در این زمینه با اینکه وقتمون تمام شد، در عرض دو سه دقیقه من یکی دو روایت میخوانم برای شما و اونها را هم بنویسید و یادتون باشد و در مقام عمل توجه داشته باشید. دقت فرمودید به قطع نباید انسان قطع رحم نباید حتی درباره منحرفین از فامیلهاش، منحرف معنی معصیتکار، گناهکار، این جور دیگه پایین تر از کفر، نباید قطع بکنه، مجاز نیست در رحم. البته درباره دیگران غیر رحم، اهل معصیت از گفت سو فجور است، انسان قطع معاشرت میکند و رفت آمد نمیکند و
از کنم هیچ کاری هم ندارد، دور میکنه خودش را از اونها کنارگیری میکنه، اما درباره رحم قطعش مجاز نیست. توجه میکنید؟ و این چیزیست که باید دقت کرد و فرق میکند. باز تکرار میکنم، فرقش این است با رحم خوب را با رحم بد، فرقش این است که اونجا که رحم بد است ما یه مدر اولا رفت آمد سرد میگیریم، این حرافاتشون رو امر معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم، فکر عمل غلط و بد و این حرافی داره بهش میگیم، ما اینها را قبول نداریم. احیانا سعی در هدایتش که میکنیم انزجارمون را معلوم میکنیم، یه مقدارم سرد میگیریم، اما قطع نه. توجه فرمودید؟ اصول کافی جلد دوم باب صلت رحم، حدیث 30. عن الجهم بن حمید، این جهم بن حمید میگوید که قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق سلام الله علیه، در روایت دقت بکنیم، اونی که گفتیم از روایت برداشت بکنیم، به امام صادق سلام الله علیه گفتم که تکون و لیل قرابت و علا غیر امری، خود روی نکات روایت دقت بکنیم، به امام از شردم که تکون و لی القرابت و علا غیر امری، من فامیلای دارم نزدیک علا غیر امری، اما در راه که من هستم نیستند، در راه که منظورش همون راه ولایت و شیعه است. این زبان در یعنی این تعبیرات در روایات به معنی که به ائمه می آمدن می گفتن که بر امری که من درش هستم نیستن، منظورم بوده که یعنی اهل ولایت نیستن. توجه میکنید؟ این زبان است در بین روایات، همه شارحین و همه اونا که ممارست دارن به روایات اونس دارن می دانن که این به این معنی است. همه را هم شما مثلا برید به شر و ترجمه هایی که برای مثلا اصول کافی نوشته شده مطالعه کنید، همینجور که من معنی کردم براتون معنی میکنم. این اصلا یه چیز خیلی روشن است. تکون لی القرابه، من فامیلی دارم که علا غیر امری، بر اون امری که من دارم و من قبول دارم اونو قبول ندارد، شیعه نیست. الهم علی حقون، آیا اونها به من حقی دارن؟ قال نعم، امام فرمود که بله حق قره، بله بینید این که حق دارن، حق قرهن لا یقتعه شیعون، حق رحم را چیزی قطع نمی کند. دقت کنید، میگه حقی دارن یا ندارن؟ فرمود بله حق دارن، حق رحم لا یقتعه شیعون، حق رحم را چیزی قطع نمی کند. از کنم که و ازا کانو علا امرک، اگر در راهی که در امرک تو هستن بودن، اگر شیعه هم بودن، کان لهم حقان، اونها وقت به گردن تو دو حق دارند، کان لهم حقان، حق رحم و حق الاسلام. این یک روایت، شما خب میتونید از این روایت برداشت بکنید که رحم، قطع رحم در جایی که انحرافاتی دار از نظر فکری عقیدتی یا عملی، اما گفتم پایین تر از کفر، این موجب این نمیشه و شما قطع رحم بکنید. اصول کافی جلد 4 باب الهجره، این در یک باب دیگه است. حدیث 3 از عبد بصیر، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، سوال کردم از امام صادق علیه السلام، عن الرجل، ابو بصیر که از اصحاب امام صادقه، سوال کردم از امام صادق که از یه مردی که یسرم و ذوی قرابته ممن لا یعرف الحق، فامیلاش از فامیلاش اونا که حق را نمیشناسند، همون حق تشیع را نمیشناسند، با اونها قطع میکند. مردیست اینجور با اونها قطع میکند، این چجور این کارش، راهش روشش درست است؟ قال لا ينبغي له ان يسرمه، امام صادق فرمود نه، سزاوار نیست قطع بکند با اونها، سزاوار نیست اونها را ترک بکند، قطع با اونها بکند. خب اینم تقریبا مضمون شبیه مضمون همون روایتی که قبل از این خوندم دارد. خب من دیگه در اینجا مطلبم را، حرفم را تمام میکنم و معلوم شد که قطع رحم شاید مهلک است و اینم برای ما روشن شد که با گناهکار بودن رحم، با این رافات فکری عملی جزئی داشتن رحم، ما مجاز به قطع رحم نیستیم، مگر اینکه گفتم کفر و اعتداد پیش بیاد دیگه رحم بودن را قطع بکنم مسئله دیگه است. این از اعظم مهلکات هست قطع رحم. این تمام شد، صالح باید از این بپرهیزد سخت.
و حتی رحم بهش اذیت هم میکنه، قطع هم میکنه، باید این قطع نکنه الی آخر، این روش سالک است و وظیفه سالک است و الا ضربش را و لطمش را خواهد خورد، خیلی هم بالاتر. و علاوه بر این که باید سالک از این مسئله اجتناب بکنه، باید اهل صله رحم هم باشد، از قطع رحم اجتناب بکنه، اهل صله هم باشد. اما اینکه اهل صله باشد، اگر لازم بود من در آینده در باب اینکه اهل صله باشد یک مطالب دیگری عرض میکنم. از این بیانات رو فهمیدید اهل صله باید باشد و چگونه باید باشد، الا اینکه در این باب یکی از آیات دیگر و روایات و تشبیه ها و نکات و اضافات مسائلی هست که اگر لازم بود بعد من عرض میکنم. صله رحم از قطع باید اجتناب بکنه، دارای فضیلت صله باشد. و صله را هم یه خود توضیح بدیم اگر لازم بود بعد انشاءالله. فعلا من در اینجا مطلبم را تمام میکنم. بعدم اگر عنوان نکردم گفتم که چون از مطالبی که در باب قطعی رحم گفتیم روشن شد که سالش باید اهل صله رحم با چه معنایی حتی باشد، اینا تقریبا برای ما روشن شد. امیدوارم انشاءالله شما در مقام عمل اگر اهل سلوک بودید اینجور که جزئیاتی که گفته می شود اینها را همه اش را در مقام عمل انشاءالله مراعات بکنید و اینها را سوسی درش نکنید و به همه ابعاد به مستحبات. اگر اهل نماز شوید، اگر اهل شب زنده داری هستید، اهل سجده و ذکر و ورد و مراقبت و ذکر قلبی دائمی و امثال اینها هستید، به همه این جزئیات باید انشاءالله اهمیت بدید تا اون راهی را بتوانید پیش بروید که راه سلوک الالله هست که خدا خود تعیین فرموده، نه راه سلوک من در آورده است یا آمیخته ایست از حق به باطل. چون مکرر گفتم راه سلوک چشم گوشتون باز باشد. راه سلوک خیلی داریم، هر کسی برای خودش راه سلوکی درست کرده، حقی را با باطلی آمیختن، باطل را به حق آمیختن، مطلبی درست کردن، رأی ها دخالت دادن، هوس ها دخالت دادن، مسلک ها درست کردن، مکتب ها درست کردن. اینجا چون مطابق هوا نبوده اینو به اصطلاح کم کردن، یه چیز دیگر هوای خودشون دخالت دادن، این مشکل بوده اینو حذف کردن و قهرن همشون هم الالعبد تا روز قیامت معطلند. اینها همیشه چشم گوشتون باز باشد. راه سلوک یعنی راه به سوی خدا همونه که خدا خود با تمامی ذکاریهاش برای ما چی کرده؟ برای ما بیان فرموده. راه سلوک قرآنی، عرفان اسلامی و اون راه و طریقی که طریقه علی سلام الله علیه و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین بوده.